بر شما همراهان کانال خبری کیوسک که درود میفرستیم. خبرها و گزارش های 122 دومین روز اعتراضات سرسری در ایران را در زیر ببینید. شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت برنامه تجمعات سرسری کارکنان رسمی نفت در روز سهشنبه را اعلام کرده است. این تجمعات در بسیاری از شهرها و مناطق نفتی انجام می شود. یک روز پیش از آن هزاران تن از ایرانیان به استراسبورگ خواهند رفت تا از پارلمان اروپا بخواهند سپاه پاسداران را در لیست سازمان های تروریستی قرار دهد با گذشت بیش از سه ماه از اعتراضات ایران سرکوب و کشتار زنان اوج تازهی گرفته و اعتراضات زنان ایران و جهان منجر به پیروزی بزرگ اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شد سرمایه شدید بسیاری از شهرهای ایران را در بر گرفته و برف سنگینی باریده کمبود مواد مصرفی گرمازا بر مشکلات مردم افزوده است بسیاری از کار خانه ها، های دانشجویی و مراکز تحویل گاز تعطیل شدند. امروز با دو خبر مهم در خدمتتون هستیم. روزنامه لوموند فرانسه خامنه ای دچار افسردگی بالا شده دیکتاتورها در پایان دچار تزلزل شدید روحی می شوند با مزخرفات جدید ابراهیم رئیسی سوخت ذخیره نکردیم متاسفانه گاز مناطقی از کشور قطع شد دعوت می کنیم در ادامه بیننده مشروع خبر ما باشید روزنامه لماند فرانسه خامنه دچار افسردگی بالا شده دیکتاتورها در پایان دوچار تزلزل شدید روحی می شوند. جان پیر فیلیو کارشناس برجسته تاریخ خاورمیانه میانه در روزنامه لماند می نویسد که علی خامنه ای از افسردگی های دوره ای رنج می برد و تمامی ذهن و حوثش نگران مرگ خود و جانشینی پسرش است. جان پیر فیلیو که در 20 سال اخیر پژوهش‌های های درباره جمهوری اسلامی و تاریخ سیاسی منطقه داشته در یاد داشتی در روزنامه لموند بر بی سیاسی خامنه ای و وحشت بیمارگونش از ازل و نابودی تاکید می کند. ژان پیر فیلیپ می گوید در مقام مقایسه باید به یاد بیاوریم که در سال 1978 بدگویی رژیم شاه از خمینی چه پیامدهایی داشته. ظاهرا منظور نویسنده از بدگویی همان مقاله معروف است که در روز 17 دی 56 با امضای مستعار احمد رشیدی در روزنامه اطلاعات چاپ شد و یکی از نخستین جرقه های انقلاب اسلامی را زد. ژان فیلیف تاریخچه دستیابی وی به رهبری را شرح می دهد و یادآور می کند که خامنه ای مرجع تقلید نبوده و از نظر روحانیون بلند مرتبه برای ولی فقیه شدن صلاحیت نداشته. شاید به همین دلیل او سالهای نخست رهبری را با احتیاط بیشتری طی کرده تا اینکه بالاخره بعد از مقدم چینی ها در سال 1994 رسما به عنوان مرجع تقلید معرفی شد. با این حال خامنه ای به رغم سستی مقام مذهبیش نظام جمهوری اسلامی را 33 سال با سختگیری و قاطعیت رهبری کرد و رکورد عمر جباران خاور میانه را شکست. ژان پیر فیلیف می نویسد با ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی گرایش های سرکوبگر خامنه ای تشدید شد تا اینکه اخیرا عزم جزم کرده تا اعتراضات مردم را خفه کند در این کار رئیسی نیز که خود مسئول هزاران اعدام است فرمانبرداری را در خدمت خامنه قرار داد به نوشته ژان پیر خامنه ای که 83 سال دارد و سلامتیش در نابودی است گرفتار افسردگی های دوره سخت می شود اندیشه مرگ تمام ذهن او را مشغول کرده و همراه با نگرانی جانشینی به این افسردگی دامن می زند آنچه که از نظر ایرانیان و افکار عمومی جهانی اعتراضات مردم به حساب می آید از نگاه وی تنها توطعه است که با هدف متزلزل کردن شخص او و نظام جمهوری اسلامی آغاز شده است همین نابینایی سیاسی همراه با بدگمانی بیمارگونه باعث شده که سرکوب کنونی در ایران به شدت بیرحمانه و وحشیانه باشد این وضعیت در عین حال وسوسه یک بار سپردن همه امور به مجتبا را نزد علی خامنه ای تشدید کرده او در معرفی مجتبا می نویسد که وی در همین تابستان گذشته عنوان آیت الله گرفت و در حال حاضر مدیر امپراتوری صنعتی و تجاری خامنه ای و بسیار نزدیک به سپاه پاسداران است نویسنده یادآوری می که سناریوی حکومت سلسله‌ای ای قبلا در سوریه توسط خاندان اسد شده است اگرچه علی خامنه ای هنوز جانشینی پسرش را رسما اعلام نکرده ولی ژان پیر فیلیپ معتقد است که وی در هر صورت به پایان دوره حاکمیت خود رسیده پایانی که به دلیل خشونت او در مقابل جنبش مردم حالا هوایی سخت تیره و تار یافته است مزخرفات جدید ابراهیم رئیسی سوخت ذخیره نکردیم متاسفانه گاز مناطقی از کشور قطع شد ابراهیم رئیسی تعطیلی ادارات و سازمانها را راهکار مناسبی برای مقابله با کمبود گاز در کشور ندانست هرچند او تصریح کرده که گریزی از این تصمیم نبوده زیرا اولویت به گفته او رساندن سوخت به منازل مردم بوده تا به واحدهای تجاری و اداری ابراهیم رئیسی سپس مدعی شده که در کشور قطعی گسترده گاز اتفاق نیفتاده بلکه فقط در نقاط محدودی مت متاسفانه گاز قطع شده است ابراهیم رئیسی در جای دیگری از سخنانش تلویحا اعتراف کرده که اگر ذخیره سازی سوخت و گاز صورت می گرفت کشور امروز با مشکل قطعی گاز و سوخت در برخی مناطق روبرو نمی‌شد. رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین گفته که ذخیره سازی گاز و نفت متاسفانه در یک مقطع مورد بیتوجهی قرار گرفته و شرکت ذخیره سازی منحل شده رئیسی از وزارت نفت خواست که بعد از پایان شرایط ویژه فعلی باید حتما این موضوع را مورد توجه جدی قرار دهند. زمستان سخت اروپا عبارتی که اگرچه در زمان خودش خیلی شنیده نشد اما این روزها کلیدواژه انتقادات از شرایط بحرانی گاز و برق در ایران است جواد اوجی وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی در گرم ترین روزهای سال 1401 در یک برنامه تلویزیونی به اروپایی ها هشدار داده که زمستان سختی در انتظارشان است پس بهتر است از تحریم های آمریکا پیروی نکنند و ظرفیت انرژی ایران استفاده کنند چرا که به گفته او جمهوری اسلامی ظرفیت بسیار خوبی برای تأمین انرژی جهان دارد. پنج ماه از آن سخنان نگذشته عبارت زمستان سخت اروپا حالا نقل محافل شده. این بار اما برای تنه به وزیر نفت جمهوری اسلامی که ادعای توان تامین انرژی اروپا را داشت ولی از تامین نیاز مصرف داخلی در روزهای سرد زمستان ناتوان است. کمبود گاز در ماههای سرد امسال ابتدا با مازوت سوزی در نیروگاه‌های ایران شروع شد. اتفاقی که در سال‌های اخیر هر سال تکرار می‌شود تا از تعطیلی نیروگاه‌های گازسوز و قطع برق جلوگیری شود اما رفته رفته در میانه دی قطع گاز و برق مراکز صنعتی آغاز شد و در ادامه به مراکز آموزشی دولتی و خانه ها رسید تا جایی که کار به تعطیلی مراکز آموزشی و اداری و بانک ها کشید ویدیوهای بسیاری در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان می واحدهای واحد های تجاری گاز ندارند و مغازهداران با روشن کردن آتش مقابل مغازه خود را گرم می کنند. نکته جالب این که در همه این ویدیوها مردم به تنه از عبارت زمستان سخت اروپای جواد اوجی یاد می کنند و می گویند که همان زمستان سخت حالا به سراغ خودشان آمده. در شهرهای دیگر از جمله سبز بار مردم به راهکار تهیه کپسول گاز روی آوردند. یکی از روزنامه با بازنشر تصویری که رسانه های نزدیک به دولت از سختی زمستان در اروپا منتشر کرده اند در توییتر نوشته که دولت باید از قطع گاز هزاران مشترک در شهرهای کوچکی از جمله تربت جام عزا می گرفت در اینفوگرافی که امیر حسینی ثابتی مجری حکومتی تلویزیون حدود یک ماه پیش منتشر کرده آمده که مردم در انگلستان به دلیل سرمایه سخت اروپا ناچار شده اند به سوزاندن فضولات گربه روی بیاورند در فرانسه دولت به مردم حواله خرید هیزم می دهد و در آلمان خرید زغال سنگ و شم افزایش پیدا کرده. همین مطالب در روزنامه کیهان نیز منتشر شد. نکته جالب این که انتشار این مطالب همزمان با درخواست دولت از مردم برای کاهش شدید مصرف گاز صورت گرفت. وزیر نفت ایران که از زمستان سخت اروپا سخن گفته بود روز چهارشنبه از مردم خواست که در خانه لباس گرم بپوشند و پرده های زخیم نصب کنند تا گاز کمتری مصرف کنند. یکی از مدیران شرکت گاز نیز در روزهای گذشته اعلام کرد که کشور وارد شرایط بحرانی شده و از مردم خواست که روزانه 6 ساعت یکی از بخاری های خانه را خاموش کنند درخواستی که عملا در برخی از شهرها عملی نیست چون اصولا گاز قطع است تصویری که امروز از کمبود گاز و برق در ایران وجود دارد ممکن است هنوز در نگاه برخی از مردم موقتی باشد بسیاری نیز باور ندارند که مشکل کمبود گاز و برق شدت گرفته اما با نبود سرمایه گذاری برای توسعه میادین و ترمیم شبکه گاز تولید هر سال کمتر می شود و این ترتیب چون بیشتر نیروگاه های تولید برق نیز گاز می مشکل کمبود برق نیز امیختر می شود.